سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قراره بهتون یه ایده کسب درآمد از یوتیوب خیلی خفن بگم که نیازی نیست صدا و تصویرتون باشه، هم خانوما میتونن انجام بدن هم آقایون، ولی یه ایده به شدت سلیقه‌ایه. ببینید، یعنی باید توش سلیقه به خرج بدین. اگه خلاقیت و سلیقه ندارین به هیچ عنوان نمیتونین توی این ایده پیشرفت بکنین. میتونین از ویدیوهای بقیه استفاده کنین، ایده بگیرین، ولی خلاصه خلاقیت خودتون باید داشته باشین. برآورد هزینه‌ام کردم، تقریبا هزینه کمی واسه شروع کارتون نیازه و اصلا به این نیاز نداره که توی هر ویدیو خرجای جدید انجام بدین. یه بار همون اول یه هزینه خیلی کمی میکنین و تا آخر از اونها استفاده میکنین. خیلی خب، بریم سراغ معرفی ایده جدیدمون. فقط قبلش لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. اوکی، بریم سراغ ایده کسب درآمدی جدیدمون. ببینید، ایده ای که تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم ایده مینیاتور کوکینگ هستش. ما تو سبک مینیاتور خیلی ایده ها داریم. ببینید، مینیاتور ورد داریم، مینیاتور هاوس داریم، ولی همشون هزینه بالایی میخواد، یا اگه هزینه نیاز نداشته باشه خیلی ساختن ویدیوهاش طولانیه. مثلا در حد یه هفته نیستش که بگم یه هفته ای میتونین یه ویدیو بسازین، در حد یه ماهه. مثلا واسه یه ویدیو بعد یه ماه کار بکنید. پس من اومدم همون حوزه مینیاتور کوکینگ رو بهتون معرفی کنم که دیگه نهایتا خیلی بخواین لفتش بدین، هر ویدیو رو 3-4 روزه میتونین بسازین، 2 روزه 3 روزه میتونین تموم کنین یه ویدیو رو. خیلی خب، حالا اگه توی یوتیوب سرچ بکنین مینیاتور کوکینگ، میاره یه سری ویدیوها به شما نشون میده. ببینید توی این ویدیوها، مثلا توی این ویدیو اومده مرغ سوخاری درست کرده ولی از یه انگشت کوچیک‌تر. ببینید همه چیزایی که توی تصویر دارین میبینین مینیاتوریه، اسباب بازیه، فقط غذاها واقعا پخته شده. خلاصه فکر نکنین همین اول قراره شما اینطوری با این کیفیت برین جلو، نه اینطوری نیستش. شما اول قرار نیست همچین کیفیت بالایی داشته باشین. اگه این ویدیو رو بخوایم بیایم حساب کنیم، توی این ویدیو نزدیک 5 6 میلیون تومان وسایل وجود داره، اون ماشینای اسباب بازی و اینا. خب حالا اگه ما بیایم پایینتر، مثلا توی این ویدیو میبینیم که یه دونه بیسکویت رو برداشته تبدیل به یه کیک کرده، میذارتش توی خونه اسباب بازی و اینا. خلاصه ویدیوهای زیادی توی این حوزه وجود داره. حالا اگه بیاین این کانال ها رو بررسی بکنید، ببینید این یه کانال مینیاتور کوکینگ. اگه بیاین پایین تر ببینیم کانالی وجود داره، ببینید من دارم همینطوری میام پایین تر، ببینید کانال دیگه پیشنهاد نمیشه تو این حوزه. البته من کانال دیگه پیدا کردم ها، بذارین این مینیاتور کوکینگ رو که اسم کانال عوض بکنم بزنم مینی کوکینگ. ببینید باز هم داره ویدیوهای همون کانال رو نشون میده. تو این حوزه به غیر از این کانال فقط 2 تا کانال دیگه فعالیت میکنن، یکیشون که کلا ول کرده، یکی دیگرشون هم این مینیاتور یامی هنوز داره فعالیت میکنه. ببینید آخرین ویدیوش هم مثلا 1 روز پیش گذاشته 148 تا بازدید خورده. حالا من ویدیوشو باز بکنم ببینید 5 تا ویدیو گذاشته، 21 کی سابسکرایب گرفته. ویدیوها رو دقت بکنید، ویدیوها 1 ساعت، 2 ساعت، 2 ساعت، خلاصه با 5 تا ویدیو 21 سابسکرایب گرفته. ولی اون 21 سابسکرایب مهم نیستش، بازدیدا رو ببینید. 3 روز پیش کانالش رو ساخته. حالا یه نکته توی این کانال رو من بهتون نشون بدم، من اصلا مطمئن نیستم که این کانال اورجینال باشه، شاید داره ویدیوها رو از یه جای دیگه، از یه کانال دیگه کپی میکنه میاره اینجا میذاره. پس امکان داره این کانال یه کانال کپی باشه. و یه نکته ای وجود داره، کسایی که دارن ویدیوهای بقیه رو کپی میکنن، حالا اینکه مانیتایز نمیشن به کنار، بازدیدای کمتری میگیرن، چون اون ویدیو نسخه اورجینالش یه کانال دیگه قرار داره. اگه یوتیوب بخواد نسخه یا پیشنهاد بده، نسخه اورجینال رو پیشنهاد میده. اما به هر حال اگه همه اینا رو هم حساب بکنیم، با یه ویدیو 3000 بازدید گرفته، مثلا این یکی ویدیو رو 2 روز پیش منتشر کرده 557 تا بازدید گرفته، که 100% ببینید من الان دیگه به طور قطع میگم 100% این کانال ویدیوها رو داره از یه جا دیگه کپی میکنه. حالا تامنیلاش که کپی همون کانالیه که داشتیم بهتون نشون میدادیم،
ولی خود ویدیوها رو هم 100% از یه جا دیگه داره کپی میکنه، چون کسی وقت نمیکنه توی یک روز 2 تا ویدیو 2 ساعته توی این سبک بسازه. خیلی خب، فقط خواستم بهتون نشون بدم که چه خوب داره پیشرفت میکنه، با اینکه داره ویدیوها رو کپی میکنه ولی پیشرفتش هم خیلی خوبه. خب حالا شما واسه اینکه بتونین الگو بگیرین، میتونین بیاین از کانال مینیاتور کوکینگ استفاده بکنین. ببینید، این کانال تنها کانالیه که توی این حوزه واقعا داره خوب عمل میکنه، یعنی کانال دیگه ای نیست که بهتون نشون دادم. یه کانال دیگه هستش، یه دونه کانال بزرگ دیگه هم هستش که اون ول کرده، حالا نمیدونم حوصلش نکشیده یا هرچی، کانال ول کرده. اگه ما بیایم وارد بخش ویدیوها بشیم، میبینین که تمام ویدیوهاش به همین صورته. ببینید مثلا بسته کوچیک ماکارونی باز کرده، باز میکنه و شروع میکنه به پختنش. شاید بگین این بسته کوچیک ماکارونی از کجا پیدا کرده؟ ببینید اینا رو خودشون چاپ میکنن دیگه. مثلا الان که کانالش پیشرفت کرده، رفته سفارش داده مثلا 10 تا کاغذ چاپ کرده با چاپ بسته ماکارونی، که شما این کار رو توی همین کافینت ها میتونین انجام بدین. یه عکس از ظرف ماکارونی ببرین مثلا روی کاغذ A5 چاپ بکنید، بعد اونو با چسب شکل مکعبی در بیارین و حالا کاراشو بکنید. خلاصه میگم این به خلاقیت خودتون مونده. ببینید توی همه ویدیوهاش داره آشپزی های مینیاتوری میکنه دیگه. ببینید اینجا مثلا داره به صورت مینیاتوری کباب میپزه. یا اگه بیایم مثلا پایین ببینیم قدیمی ترین ویدیوهاش چیه که کمترین تجهیزات هم داشته. دقت بکنید قدیمی ترین ویدیوش واسه 2 سال پیش 3 میلیون بازدید گرفته. این یکی ویدیو 2 سال پیش 226,000 تا، این یکی ویدیو 2 سال پیش 6.5 میلیون، 8.5 میلیون و بقیه موارد. مثلا این تامنیل رو نگاه کنین، دقیقا همین تامنیل باعث شده که 8.5 میلیون بازدید بگیره، با اینکه تایم ویدیوش از همه کمتره، از لحاظ سئو کردن واسش مشکل ایجاد میکنه، ولی همین تامنیل که ماهی کوچیک انداخته رو میز با یه ساتور کوچیک داره پاک میکنه، همین خیلی جذابش کرده و تقریبا 8.5 میلیون بازدید گرفته. که اگه شما همچین بازدیدی از یه ویدیو بگیرین، اگه کانالتون 2 سال عمر داشته باشه، همین یه ویدیو خرج 2 سالتون رو میده. پس دقیقا میتونین از همین ویدیوها الگو برداری کنین. خیلی خب، حالا هزینه ساخت این ویدیوها چقدره؟ ببینید همون اول کار شما به یه سری موارد مینیاتوری نیاز دارین. مثلا یه میز مینیاتوری یا یه تخته مینیاتوری، ساتور و چاقو مینیاتوری و یه سری موارد دیگه که حالا واسه تزیین کردن ویدیوتون میتونین ازش استفاده کنین، مثلا گلدونای مینیاتوری و اینا. اگه شما بخواین همچین چیزایی بخرین، کافیه بیاین توی گوگل سرچ بکنین مثلا چاقو مینیاتوری دیگه یا ساتور مینیاتوری. خب اینجا سایت های زیادی رو داره که میتونین ازشون خرید بکنین. ببینید دوستان، من اومدم خودم سرچ کردم، سایت های زیادی هستن که از این لوازم مینیاتوری میفروشن، ولی خب هر کدوم رو باز کردم تقریبا دیگه چاقو و ساتور مینیاتوری کمتر از 200,000 تومان نبود، کمتر از 150,000 تومان نبود. یعنی شما یه چاقو و یه ساتور بخواین بخرین، باید تقریبا 300,000 تومان خرج بکنین. یه دونه میز پلاستیکی مینیاتوری بخواین بخرین، تقریبا باید 20,000 تومان پول اونو بدین و بقیه مواردی که نیاز دارین. خلاصه اگه شما بخواین تو این حوزه فعالیت بکنین، کم کم باید هزینه 500,000 تومان تا 1 میلیون تومان رو واسه ویدیوهای اولتون در نظر بگیرین. مثلا از این بطریای سس مینیاتوری بخرین. همه اینا رو میتونین توی گوگل سرچ بکنین، سایت هایی که میفروشن رو پیدا بکنین و این وسایل رو بخرین، یا بیاین مثلا کباب پز مینیاتوری و اینا بخرین. ولی خلاصه این ایده یه جوریه که تو شکست وجود نداره اگه نحوه ارائهتون خوب باشه. ببینید اگه بتونین خوب ارائه بدین و بیخیال نشین حداقل هفته یه دونه ویدیو بسازین، 100% در عرض 2-3 ماه مانیتایزین، اونم فقط مثلا با 20 تا ویدیو، با 25 تا ویدیو 100% مانیتایز میشیم با درآمد فوق العاده بالا. دیگه احتیاجی نداره که من بخوام بیام این کانالو بهتون نشون بدم بگم مانیتایز دیگه. بیاین نگاه کنین، 100% این کانال مانیتایز دیگه. همچین کانالی میشه مگه مانیتایز نباشه؟ هیچ ایرادی نداره. خیلی خب، من تقریبا برآورده هزینه‌شو گفتم، ایده و نحوه کارتون رو گفتم، چیز دیگه ای نمونده که بخوام توضیح بدم. با
بازم میگم اگه میخواین بیشتر با این موضوع آشنا بشین، فقط کافیه بیاین توی یوتیوب سرچ بکنین مینی کوکینگ یا مینیاتور کوکینگ. خب میتونین بقیه ویدیوها رو ببینین، ولی اکثرا ویدیوهای همین کانال دیگه، هیچ کانال دیگه ای رو به عنوان الگو نمیتونین انتخاب کنین، فقط همین کانال هستش. و یکی از نکته های خوب این ایده اینه که شما فقط یه رقیب دارین، اینم که به عنوان رقیب حساب نمیاد، این یه کانال 1.5 میلیون سابسکرایبیه، رقیب شما که تازه کارین به حساب نمیاد. پس شما اگه بخواین این ایده رو استارت بزنین فقط خودتونین و خودتون، دیگه هیچ رقیبی ندارین. خیلی خب، حالا بیایم یه نگاه به درآمدش هم بندازیم، ببینیم درآمد این کانال چقدر. البته دقت بکنید که تعداد ویدیوهای کمی هم منتشر میکنه، اما به هر حال بیایم ببینیم درآمدش تقریبا چقدره. خیلی خب، من لینک کانالش اینجا وارد کردم. ببینید درآمدش رو آورد، ماه آخر 26 میلیون تا بازدید داشته. الان سر این 26 میلیون تا بازدید نگیم ویدیو شورت گذاشته، اگه وارد کانالش بشیم میبینیم که اصلا ویدیو شورتی نداره. ببینید اصلا پلیلیست ویدیو شورت وجود نداره، یعنی حتی یه ویدیو شورت هم نذاشته. پس درآمدش 100% از ویدیو لانگه. ماه آخر 26 میلیون تا بازدید داشته، تقریبا 70 هزار یورو درآمدش بوده. 70 هزار یورو چقدر میشه؟ بیایم حساب کنیم دیگه. 70 هزار ضرب در 55 تومن یورو، نمیدونم، به هر حال فکر کنم همون 55 تومن باشه. ببینید تقریبا همین ماه آخر 3 میلیارد و 850 میلیون درآمد این کانال بوده. دیگه خودتون بشینین حساب کنین آیا ارزش داره که بخواین استارت بزنین، میتونین سلیقه به خرج بدین همچین ویدیوهایی بسازین یا نه. خیلی خب، ممنون که تا اینجا با ما بودین. دیگه صحبتی باقی نمیمونه، فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یالی همه تنظیم کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. همچنین ویدیوهای قبلی رو به هیچ شما فراموش نکنید. تو ویدیوهای قبلی هم ایده های کسب درآمدی خیلی خوبی معرفی کردیم که میتونین ازشون استفاده کنید.